درود بر شما. ششم مهر ماه 1397 خورشیدی و 28 سپتامبر 2018 میلادی. سه‌شنبه همین هفته پیش سوم مهر دو تا لایحه تو مجلس تصویب شد با اصلاحیه‌های شورای نگهبان. یکی درباره مبارزه با پولشویی بود، یکی دیگه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهان. یعنی خلاصه مبارزه با جنایت و فساد داخلی و بین المللی. جمهوری اسلامی اگه بخواد واقعا این کار رو بکنه باید خودشو نابود کنه. برنامه امشب در همین رابطه است. قبل از تقدیمی این هفته یه نامه کوتاهی است که یکی از دوستان مورد اعتماد برام فرستاده. اجازه بدید براتون بخونم. درباره برنامه دو هفته پیشه. سلام، دیشب در جمع برخی از شعرا و فرهیختگان یزد بودم. از مطلبی که در جمعه دو هفته پیش در مورد خانه افاف در یزد و سرهنگ نوردی در برنامه شما گفته شده بود گله‌مند بودند. موضوع از این قرار بوده که چند سال پیش در پی اختلافی که یکی از اقوام با همسر سرهنگ نوردی داشته، این اعلامیه را چاپ کرده و به در و دیوار محله میچسباند. با شکایت سرهنگ خاطی پیدا شده و کار به شکایت میکشد، اما چون اختلاف فامیلی بوده با پادرمیانی اقوام سرهنگ رضایت داده و پرونده بسته میشود، اما عکس این اعلامیه همچنان در فضای مجازی میماند. دوستان یزدی از انسانیت و فضایل سرهنگ نوردی و همسرش گفتن و اظهار داشتن که در برنامه آینده توضیحی در این مورد داشته باشید. توضیحی که خب همین نامه بود که خوندم براتون و داوریش دیگه با خودتون، مخصوصا با یزدی هاست. و اما تقدیمی این هفته به کامیونداران اعتصابی است. میدونین که از شنبه 31 شهریور اتحادیه هماهنگ کنندگان رانندگان سراسر ایران دعوت کرده بود که اعتصاب سراسری برگزار بشه. البته دعوت برای اول مهر بود. یه روز قبلش راننده ها شروع به اعتصاب کردن و دور سوم اعتصاب سراسری راننده های کامیون شروع شد. تهران، اصفهان، نیشابور، قزوین، کرمانشاه، اردبیل، اهواز، شوش، زنجان، زرنشهر، تبریز، سیرجان، چند شهر دیگه، 31 شهر، 31 استان، اشتباه میکنم، 31 استان امروز که روز هفتم اعتصاب بود به اعتصاب پیوستند. خواسته ها همونه که دو دور قبلی اعتصاب که یکیش دو ماه پیش بود یکیش چهار ماه پیش بود مطرح شده بود. یعنی افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش 70% نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، حذف دلالا و واسطه ها از پایانه ها و باربری ها و نظارت بر برخورد های غلط و سلیقه‌ای ماموران راهنمایی رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر. وضعیت لاستیکی ما اینه. خدا شاهده لاستیکم تو رادر گیره. لاستیک قرض کردم انداختم. تصادفی ایجاد شد. چند نفر کششن کی جواب گمنه؟ چند خریدی لاستیک جدیدو؟ 7500. قبلا چقدر بود؟ 2200. نیاز لاستیک در سطح استان ماهیانه 200000 حلقه هست. اما مجموعاً در سه ماه گذشته فقط 8000 حلقه لاستیک بین رانندگان و کامیونداران توزیع شده که اصلا پاسخگو نیست. رقم من داشتم مثلا بود 5 تومن 1 لیتر شد 12000. باتری بوده 1200 حالا شده 3750 گیرم نمیاد. پلیس جهنم. قطعاتش هم گیره. من میدونم وقتی من اعتصاب کنم اعتراض کنم تویورز بین میره، دامی طرف از بین میره، نمیدونم کشاورزی از بین میره، ولی منم باید عمرات بگذرونم. ما نه اختشاش میکنیم نه اعتصاب داریم. ما ماشینامون اعتراض کرده، ماشینامون قدرتی حرکت نداره. از قول و قرارهایی که عملیاتی نشده بود صحبت کردن. قول دادن بیان بارا رو بیارن اینجا که آزاد نبرد، همین لاستیکا درست کنن، لوازم ها برام میکنن، بیممون رو درست کنن. سهمیه سوختو بر اساس پیمایش تخصیص ندادن. اگر ناوگان ما در ماه گذشته به دلیل تعمیر یا به هر دلیل دیگه کار نکرده باشه، آیا نباید بهش سوخت تخصیص پیدا کنه که بتونه کار بکنه؟ افزایش 20% نرخ کرایه ها هم پاسخگوی هزینه ها نبوده. افزایش قطعات لاستیک رو همه اینا با خرجمون با برجمونی بخونه. ماشین فرسوده چرا باید مالیات بده؟ مسائل بیمه ما چه دارن از ما چم میکنن؟ سلامت، شخص سالس، اینا چه ربطی به دلار داره؟ اون وقت دیروز آقای دادستان کل نظام مقدس حجت الاسلام منتظری میاد سیمای جمهوری اسلامی میگه کسایی که اعتصاب میکنن اعدام میشن. آخه تو دادستانی، داد کیو میگیری؟ عمو دفعه پیش هم رفتین تو پایانه ها کامیونا رو آتیش زدین، چی شد نتیجهش؟ دیگه اعتصاب نشد؟
الان دیگه یا کامیونای اعتصابی رو توی محل نمیخوابونن یا اگر جای پارک کنن همه نگهبانی 24 ساعته میدن. جرأت دارین برین دوباره آتیش بزنین، تهدید به اعدام میکنین. اینا که دیگه چیزی براشون نمونده جز نفرت از وضع موجود. اینا من ساکت میمونن. تقدیمی امشب به کامیونداران اعتصابی. سلام و خسته نباشید، روز بخیر همکاره عزیز. اینجا خرمدره 3/7/97، همه ماشینا خاموش کردیم دور همین اعتصاب تا وقتی که این اعتصاب برامون نتیجه بخش بشه. و داخل پارکینگ هم که اگه ببینی همه ماشینا به اعتصاب در اومدیم. انشالله که اون راننده هایی که الان دارن سوء استفاده میکنن یواشکی دارن میان بار میزنن، اونا هم از خواب بیدار بشن، خیانت رو بذارن کنار. همه ماشین های خرم دره، ساینگله، اپر، همشون به اعتصاب در اومدن. خواهش داریم از راننده های استانهای دیگه همکاری داشته باشن. به خدا، به ابوالفضل، به امام حسین قسمتون میدم دست از خیانت بردارین. اون راننده ای که داره میاد یواشکی بار میزنه میگه شب رد میشم کسی نمیبینه، فقط داری خودتو گول میزنی. ببینین این ماجرای پولشویی و این داستانا و دو تا لایحه‌ای که تصویب شد مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه پیش، اینا همه مربوط است به FATF. من یه توضیح کوتاهی بدم برای کسایی که احیانا خیلی دقیق نمیدونن قضیه چیه و اینکه چه اهمیتی داره FATF در پیوند با نظام جمهوری اسلامی. FATF یک گروه بین المللی است برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان. دفتر مرکزیش پاریسه. حدود 20 سال پیش تشکیل شد، در نشست 19 سال پیش در نشست 7 کشور صنعتی جهان. الان 35 کشور به اضافه اتحادیه اروپا به اضافه شورای همکاری خلیج فارس عضو بشن و سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اینا سازمانه ناظر بر FATF هن. یه لیست سیاه داره از کشورهای فاسدترین کشورها، یعنی دو کشور در این لیست بودن، ایران و کره شمالی. کره شمالی اینا که با رنگ قرمز پررنگ دارین میبینین، قرمز دیگه من نمیم پررنگ و اینا رو. حالا ایران و کره شمالی هستن این دوتا کشور. کره شمالی همچنان تو این لیست هست. ایران در جریان برجام تعهد داد که دستورالعمل 40 ماده‌ای FATF رو اجرا کنه. یه سال اسمش از لیست به طور موقت در اومد تا اجرا کنه، اجرا نکرد. مهلت یک سالش تموم شد، باید برمیگشت تو لیست سیاه. درخواست تمدید تعلیق اسمش از لیست سیاه کرد. آقا یه سال دیگه هم در بیارین ما این کارو میکنیم. FATF موافقت کرد. آمریکا که از برجام اومد بیرون، جمهوری اسلامی رفت سراغ اروپایی ها کمک خواست که الان هم در جریان هستین. در جواب یکی از خواسته های مهم اروپایی از جمهوری اسلامی این است که با FATF همکاری کن. خب همین سه ماه و چند روز پیش 30 خرداد رهبر معظم انقلاب سخنرانی فرمودن درباره FATF. بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیرا در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلن خودش قانون بگذراند. فرض کنید مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است، پشتوانه های کاری خیلی خوبی هم داره، بنشینن یه قانون بگذرونن. این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم نداره، شرایط زیادی هم نداره، همون کاری که شما خودتون میخواید بکنید اون در این قانون مندرج است. این مهمه، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنبه های مثبت اونها رو قبول بکنیم.
مجلس هم در اجرای منویات پیشوا بررسی لوایح مربوط به FATF رو معلق کرده است. ولی فشار هر روز به جمهوری اسلامی بیشتر شده، مخصوصا با تحریم‌های آمریکا و ناگزیری دلبری جمهوری اسلامی از اروپایی‌ها. کمتر از یک ماه دیگه یک سال تمدیدش هم تموم میشه، دو سال تموم، بعدش چی میشه؟ اصولا کشوری که اسمش تو لیست سیاه این نهاد بین المللی یعنی FATF باشه، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم دنیا در برخورد با بانک ها و شرکت های آن کشور نهایت احتیاط را به خرج می دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می کنند. و از جمهوری اسلامی که بد هست بدتر می شه. یعنی به هر حال دوباره بحث FATF تو ایران راه افتاد. شورای نگهبان تو همین یکی دو هفته پیش، شورای نگهبان چند تا اصلاحیه زد تق 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 روی کار قبلی مجلس که گفتم معلق کرد به دلیل حرفای خامنه ای، روی کار قبلیش، روی مصوبه قبلیش، لوایحی که دولت داده بود به مجلس تصویب شده بود، اونا رو اصلاح کرد. شورای نگهبان اصلاحیه داد که آقا جون بشین اینا رو اصلاح کنین و بعدم بدین مجمع تشخیص مصلحت. مجلس سه شنبه سوم مهر 97 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، یعنی همون تامین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر، اعاده شده از شورای نگهبان را تصویب کرد. اصلاحیه‌ای هست که با استناد به همین اصلاحیه شورای نگهبان مجلس این دو لایحه رو تصویب کرده. اصلاحیه اینه: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه که کدوم بانکش و کدوم حسابش و کدوم معاملات بانکیش و تجاریش در جهان بازرسی و بررسی بشه. از کجا گزارش بده به FATF؟ خودش تعیین می‌خواد بکنه. یعنی ما نمی‌خوایم درباره تأمین مالی حزب الله لبنان و حماس و مزدوران آفریقاییمون و بقیه گروهایی که تو یمن و سوریه و عراق و بقیه کشورها دارن از جانب ما بحران درست میکنن، جنگ نیابتی میکنن، آدم میکشن اطلاعات بدیم، چون نمی‌خوایم اینا از بین برن. اطلاعات شفاف درباره مسائل مالیمون نمیدیم، درباره وضعیت مالی حتی بانک ها و مؤسسات مالیمون داخل کشور اطلاعات شفاف رو همینا هم نمیدیم، هی پول گم میکنیم تا معلوم نشه چقدر پول کجا و چه جوری جابجا میکنیم. این نکته یه که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها روش انگشت گذاشتن، آقا شما دلیل اینکه شفاف نیستین اینه. وقتی قضیه اینقدر واضحه چرا جمهوری اسلامی میزه هی میره پایین؟ من حرف میزنم ببخشید. وقتی قضیه اینقدر واضحه چرا جمهوری اسلامی این بازی تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تو مجلس و راه میندازه؟ واقعا چرا؟ لااقل یه دلیلش اینه. مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی میگه تنها کاری که دولت‌های جمهوری اسلامی انجام دادهاند تلاش برای تعویق بحران بوده و در نتیجه دائما نگرانی از تبعات آن افزایش می‌یابد. جمهوری اسلامی بحران رو درست می‌کنه، بعد که بهش اعتراض میشه، حالا یا تظاهرات مردم در داخل یا تحریم بین‌المللی، اون وقت سعی می‌کنه زمان بخره به جای اینکه مستقیم روبرو بشه با بحرانی که خودش به وجود آورده و حلش کنه. زمان می‌خره تا شاید امام زمان ظهور بکنه، تا شاید فرجی بشه، نجات پیدا کنه. وگرنه روشنه که اجرای FATF یعنی پایان کار حزب الله لبنان و خیلی از نیروهای مزدور دیگه تو خاورمیانه و آفریقا، پایان کار قاچاق بین المللی مواد مخدر به دست فرماندهان سپاه، پایان کار گم شدن میلیاردها دلار از بانک‌ها و صندوق‌های دولتی ایران و پولشویی و هزار نشانه‌های فسادی که مسئولان جمهوری اسلامی آلوده شد.
سالی 6 میلیارد دلار تو سوریه خرج میکنه جمهوری اسلامی، سال 700 میلیون تا 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان میده. به گزارش رویترز از ویکیلیکس ماهی 250 میلیون دلار به حماس ماهی. و معلومه وقتی بره زیر بار FATF دیگه نمیتونه این پولا رو بده. این پولا خرج نیازهای مردم ایران باید باشه. در نظر بگیرین 550، فقط ببینین یه رقم، 550 میلیارد تومان هزینه میکنه جمهوری اسلامی واسه جاده سازی مسیر اربعین تو عراق. یک چهارم این پول اگه خرج مدرسه های زلزله زده فقط غرب کشور بکنه حله. یک چهارم این پول جاده سازی اربعینو، 70 تا مدرسه بیشتر دو شیفته، یعنی هر مدرسه حدود 200 تا دانش آموز داشته باشه، میشه 14000 دانش آموز میتونن کلاس درس و مدرسه داشته باشن. نه فقط محرم و سفر براشون مهمتر از مدرسه و درس و بچه هاست، بچه هایی که باید فردای این مملکت رو بسازن. پولی که این مهمه، پولی که خرج این مراسم و اربعین و عزاداری و غیره میکنن، خیلی هاش پولای کثیفه. اینجوری پولشویی میکنن، وگرنه یقشون رو میگیرن که این پول کلفت از کجا رفته تو حساب تو، از کجا آوردی، بالاخره یه چی در میاد. یا پولایی که تو شهرداری گم میشه، کیو کجا میبره خرج میکنه. یکی از مراکز پولشویی همین بسیج شهرداریه. بودجه تعیین میکنن 5 میلیارد تومان برای اربعین، بعد همین 5 میلیارد تومان هم میشه 25 میلیارد تومان. این 25 میلیارد تومان هم تازه فقط نشانه ایست از پولایی که به اسم اربعین ها پولی میشه. ناظر شورای شهر تهران در ستاد اربعین شهرداری گفت سال گذشته که بودجه ستاد 5 میلیارد تومان بود، گزارش شد که 35 میلیارد تومان هزینه کرده است. البته این رقمی بود که آنها گزارش دادن، چرا که بعضا گزارش هایی به دست ما رسیده که بسیاری از مناطق شهرداری مبالغی رو از پیمانکاران دریافت و هزینه کردن که هیچ کدام گزارش نشده است. یه رقمایی ها واقعا که 35 میلیارد تومان تازه هیچی. ببینین به اسم محرم و اربعین چه پولای بی حساب کتابی جا به جا میشه، هیچ جا هم ثبت نمیشه تا ردش گرفته نشه. راه بی درد سر پولشویی داخل مملکت. بودجه اربعین به صورت تنخواه به حساب مدیران واریز میشود و آنها در عراق این بودجه را خرج میکنند. شاید همین نحوه مصرف بوده که در برخی سالها بودجه مصوب تا سه برابر هم مصرف شده است. البته شهرداری هیچ زمان هیچ گزارشی به ما نداده و ما هم هیچ موقع متوجه نشدیم چه رقمی برای این موضوع هزینه می شود. تو هیئت‌های سینه‌زنی و مجالس عزاداری امام حسین هم همینطوره. این بخش از پولشویی ریالی قاچاق و غیر قانونی به دست اومده است تو مؤسسات مالی و بازار و بانک‌ها و نهادهای بیدر و پیکر. بخش مهم دیگه این پولشویی خارج از ایرانه. برای مثال میبینیم جمهوری اسلامی تو کربلا بیمارستان میزنه، عمل جراحی مجانی میکنه. چقدر آدم میمیره تو ایران، چقدر آدم آویزونه، بدبخت، پوشکه توی بیمارستانا. اونجا عمل جراحی مجانی میشه. اولش آدم میگه ببین بعضی مملکت رو از اینهایی که مردم باید برای بیمارستان و دوا درمون بدن و ندارن و جون میدن، اون وقت عمل جراحی مجانی میکنه این نظام مقدس توی کشور دیگه. بیمارستان سفیرالحسین علیه السلام در کنار حرم مطهر امام حسین علیه السلام به منظور انجام عملهای جراحی رایگان توسعه خواهد یافت. در نیمه اول سال جاری میلادی 3840 عمل جراحی اعم از عملهای جراحی کم خطر و پرخطر به طور رایگان در این بیمارستان صورت گرفته است. به گزارش شیوویوز و به نقل از پایگاه تلرسانی آستان مقدس حسینی، توسعه این بیمارستان در جوار ساختمان اصلی در دو طبقه و هر طبقه با 138 متر مربع مساحت انجام خواهد شد.
فقط توی 6 ماه اول امسال 3840 عمل جراحی مجانی کرده. تازه قرار گسترشش بدن، چون از عمل جراحی عمل مجانی استقبال شده در بیمارستان سفیر الحسین. اینم یه راه پولشویی واسه جمهوری اسلامی که با یه تیر دو نشون میزنه، هم ایدئولوژیش تبلیغ میکنه سفیر الحسین و جمهوری ولایی اسلامی ایران و حکومت شیعه در عراق و تقویت بود. همین کارم هم پولایی که باید حساب کتاب داشته باشه و مبدأ و مقصدش معلوم باشه تا نظام مالی بین المللی بپذیرتش، اینجوری بی حساب کتاب خرج میکنه. از کجا میاره؟ از قاچاق مواد مخدر و اسلحه. دکستر فیل کینز، روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتسر، نوشته یکی از بزرگترین موفقیت‌های قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه متقاعد کردن دوستانش در دولت عراق است تا اجازه دهند هواپیماهای حامل سلاح و تجهیزات از طریق عراق به سوریه پرواز کنند. نظارت بر این پروازها به عهده هادی العامری، وزیر ترابری سابق عراق است که هم پیمان دیرینه قاسم سلیمانی است. او در گذشته فرمانده سپاه بدر بود و به عنوان یک سرباز در صفوف قوای ایران علیه صدام حسین در دوران جنگ ایران و عراق حضور داشت. سپاه بدر، حالا کاری به سپاه بدر نداریم که میدونیم که شاخه نظامی مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق بود. این داستانه. خب نقل و انتقالات سپاه نیروی قدس سپاه بدیهی است که نمیتونه با هواپیمایی دولتی و رسمی کشور یعنی ایران ایر انجام بشه. قاعدتا قاچاقو که نمیشه با هواپیمایی دولتی کرد. ماهان اولین شرکت خصوصی هواپیمایی ایران جمهوری اسلامی است و از اول قاسم سلیمانی فرمانده قدس در جریان کارش بوده. تو همون محلن میدونید دیگه، همون کرمان. حسین مرعشی، پسرعموی عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی، شرکت هواپیمایی ماهان را میندازه سال 1371 دوره رفسنجانی. ماهان زیر مجموعه مؤسسه مولل موحدینه که مال مرعشی و سید یحیی جعفری امام جمعه سابق کرمان. مولل موحدین مؤسسه سرمایه گذاری به اصطلاح که 100% سهام ماهان ایر رو داره، 50% سهام کرمان خودرو رو. هواپیمایی ماهان تنها شرکت هواپیمایی ایرانه که غیر از خود مرعشی همه مدیراش و کارکنهای ارشدش سپاهیه. از حمید عرب نژاد مدیر عامل اجرای ماهان ایر گرفته تا مسئول نیروی انسانی ماهان ایر، تا مسئول کیترینگش، تا خیلی از خلبانش. بذارین یه فرصت تکی داریم منم مختصری عرض کنم درباره این افراد که میگم. خود حمید عرب نژاد متولد روستای خانوک زرند کرمان، همون دهی که مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور فعلی حسن روحانی توش متولد شده، نمیدونم هنوزم معاون پارلمانی شهر سینا، به هر حال مجید انصاری که دیگه میشناسید، حجت الاسلام. عرب نژاد مدیر عامل ماهان ایر دوره جنگ جزو تیپ سارالله بود که قاسم سلیمانی از بسیجی‌های کرمان تشکیل داده بود. تیپ سارالله میشه لشکر 41 سارالله که 3 گردان داشت. فرمانده گردان زرهی تجهیزاتش همین حمید عرب نژاد بود. بعد از جنگ حسین مرعشی، پسرموی عفت همسر هاشمی رفسنجانی، میاد حمید عرب نژاد رو میکنه مدیر عامل ماهان، قاعدتاً به توصیه قاسم سلیمانی که این جابجایی ها تو کرمان هم اون موقع به ویژه همش با توصیه این فرد انجام میشد، فرمانده سپاه قدس. حمید عرب نژاد میشه مدیر عامل ماهان. بعد از یکی دو سال ماهان کاملا میفته دست سپاه. بذارین چند تا دیگه شون رو براتون بگم. حمید اصلانی، ایشون تو گروه های ضربت سپاه بود، میشه معاون منابع انسانی نیروی زمینی سپاه، همزمان معاونت نیروی انسانی ماهان ایر رو هم به عهده دارند ایشون. الان معاون اجرایی کل سپاه پاسدارانه. از وقتی شده معاون اجرایی کل سپاه، رسما مشاور حمید عرب نژاد مدیر عامل اجرایی ماهان ایر. بذارین رابطه قاسم سلیمانی رو با حمید عرب نژاد مدیر عامل ماهان از یکی از بستگان حمید عرب نژاد بشنم. چیزی که آقای قاسم سلیمانی بگه به مدیریت ماهان امر مطاعه.
یعنی نهی توش نیست، بدون اینکه کسی بفهمه، بدون اینکه رئیس مالی امیر عرب نژاد مدیر عامل ماهان بدونه، اون هم رنجام میشه. چون سالهای سال آقای عرب نژاد سرباز زیر دست آقای سلیمانی بوده، فرمانده گردان زرهیش بوده، آقای قاسم سلیمانی کمک کرده که به حمید عرب نژاد از سپاه پاسداران جدا بشه و به مدیریت یک ایرلاین خصوصی بپیونده، در صورتی که یک سپاهی سردار به سادگی نمیتونه از سپاه جدا بشه و به یه شرکت خصوصی بپیونده. آیا استخدامایی که انجام میشه توی ماهان هم با نظر قاسم سلیمانیه یا هیچ ربطی نداره؟ اون پستای خاصی که توی شرکت هواپیمایی است، بالاخره شرکت هواپیمایی یه سری پستای خاصی داره، مثل خلبان، مثل مدیریت‌ها، معاونت‌هاش. خیلی از خلبان‌ها و مدیریت‌ها به سفارش آقای قاسم سلیمانی به حمید عرب نژاد هستش که وارد شرکت میشن. خیلی از فرزندای لشکر 41 سارالله کرمان فرزند خواهر قاسم سلیمانی اومده شده خلبان توی ماهان. خب از آدمای ارشد هواپیمایی ماهان که از دوره جنگ در سپاه بودن و جزو آدمای نزدیک به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هستن، حمید عسگری است کرمانی، از فرمانده‌های لشکر 41 سارالله که مدت هم تو اطلاعات سپاه بوده. ایشون کیترینگ آرمان رو داره، درست گفتم، و این کیترینگ آرمان مسئول تهیه غذای ماهان ایر. یا رئیس خلبانای ماهان سردار مهدی مغفوری، ایشون هم سپاهی کرمانی، خلبان هواپیمای ملخی سپاه بود. این هواپیماهای کوچیک توکانو که خلبانای سپاهی ماهان ایر همشون قبلا با همین توکانو ها میپریدن، بیشترشون از همکارا و اطرافیای قاسم سلیمانی فرمانده قدسن. یکی از دوستان که تو هواپیمایی کار میکنه برام نوشته که هواپیمای ایرباس یا بوئینگ دو تا صندوق دارد جلو و عقب. به نظر شما چه علتی دارد که گشت سپاه کانتینرهای قفل شده را تا پای هواپیما همراهی کند، آن هم نه همیشه، گاهی در پرواز سوریه یا عراق؟ پس برای چه آمریکا ماهان را تحریم کرد؟ به علت همکاری با قدس. 1 خرداد 1394، 3 سال پیش، آمریکا شرکت هواپیمایی عراق را به علت ارتباط با شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان تحریم کرد. دولت آمریکا نام شرکت هواپیمایی ناصر عراق را که دومین شرکت بزرگ هواپیمایی این کشور است به فهرست تحریم‌های تنبیهی مرتبط با تروریسم افزود. گفته می‌شود ناصر در قالب شرکتی پوششی به نیابت از شرکت هواپیمایی ماهان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمل می‌کرده است. ببینید، یه آدمی به اسم عبدالله علی الحی شرکت هواپیمایی پوششی ماهان رو در عراق تأسیس کرده برای انتقال سلاح به جهادی‌های خاورمیانه و جابجا کردن قاچاق مواد مخدر، پول به ویژه، همش پولشویی. همه پولی که رد و بدل میشه اینجا پول کثیفه. مقامات آمریکا شرکت ناصر را به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت انتقال جنگ افزار و نیروی متخصص به سراسر خاورمیانه متهم کرده است. عبدالله الحی، تاجر شناخته شده سعودی که 25% سهام ناصر را در اختیار دارد، در ماه‌های اخیر جهت خرید 4 فروند هواپیمای ایرباس در آمریکا و انتقال آنها به ایران تلاش‌هایی را صورت داده است. بر اساس این حکم تحریم ناصر، 2 فروند از این هواپیماها به شکل موفقیت‌آمیز به جمهوری اسلامی منتقل شده، اما 2 هواپیمای دیگر پیش از ترک آمریکا توسط ماموران آمریکایی متوقف شدند. فاینانشال تایمز نوشت این 2 فروند از جمله 9 فروند هواپیمایی بود که به وسیله شرکت ناصر به ایران ارسال شدند. 7 فروند هواپیمای باقی مانده که همگی از نوع A340 هستند و پیش از این متعلق به شرکت هواپیمایی ویرجین آتلانتیک بودند، الهی از طریق شرکت‌هایی در اروپا خریداری کرد. و خب اینا مهمه، به گزارش اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا، آقای الحی بودجه لازم برای خرید این هواپیماها را از شرکت ماهان ایر دریافت کرد.
این آقای عبدالله الحی که عکسش رو داشتین میدیدین کیه؟ یه شیعه سعودی است که سالهاست با جمهوری اسلامی و مشخصاً قاسم سلیمانی در تأمین تروریسم بین المللی کار میکنه. گذرنامه ایرانی هم داره. بخشی از سرمایه گذاری های سپاه در داخل کشور در ایران به اسم او انجام میشه، به عنوان سرمایه گذار خارجی تو مناقصه ها و مزایده ها شرکت میکنه، به عنوان فرد سرمایه گذار خارجی و خلاصه عنصر نفوذی و قاچاق سپاه برای پولشویی. نمونه های شما براتون میگم، ببینید دیگه تیتر روزنامه رو: سرعت گرفتن روند اجرایی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد با همکاری سرمایه‌گذاران جدید خارجی، سرمایه‌گذار عربستانی در لرستان سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذار کشت و صنعت لرستان گفت، یعنی همین عبدالله حل حی، اشتغال در لرستان افتخاری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در لرستان افتخاری است برای من. عبدالله حی در همایش هفته فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه لرستان منابع زیادی از جمله آب، خاک، علم و فرهنگ دارد اظهار کرد با وجود این همه نعمت الهی و قابلیت به چه علت لرستان اولین استان بیکار کشور است. آدم میخواد سرشو بکوبه به دیوار واقعا. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از کشت و صنعت لرستان بازدید کرد. وزیر ارتباطات از مجتمع کشت و صنعت لرستان بازدید کرد. مجتمع 1350 هکتاری کشت و صنعت و گردشگری صفایی لرستان که با رویکردی دانش بنیان و با محور صادرات ظرفیت‌های لرستان را مورد توجه جدی قرار داده، با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد. تو طرح جامعش 200 میلیون دلار دیده شده. تا الان که خدمت شما هستیم نزدیک به 95 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که عبدالله الحی سرمایه گذار این تر میگوید آن را به مردم لرستان هدیه کرده است. بول مهم نیست، اعتقاد به واجب مهمتر. نو حد میذاشتیم پرده آخر. بذارین یه متنی رو براتون بخونم از ایرج عبدی نماینده. این که گفتم بذارین پرده آخر به خاطر، نه به خاطر هرچی و حرف زدنش، به خاطر حق بازی و دروغگویی. خلاصه مطلب، حالا بذارین یه متنی بخونم براتون از ایرج عبدی، دکتر ایرج عبدی نماینده سابق مجلس، درباره مناقصه کشت و صنعت لرستان تا روشن‌تر بشه که قاسم سلیمانی و عزیز جعفری و سپاه و عبدالحی دارن چی کار میکنن. ایشون نوشته، دکتر عبدی نوشته: دکتر روح الله فکوری صاحب بیمارستان شفا که انسانی بسیار توانمند و فکور بود، با تشویق دکتر عبدی یعنی خودش و با یک برنامه دقیق پا به عرصه مناقصه گذاشت تا این مجتمع کشت و صنعت لرستان رو بخره. ایشان به دلیل بوروکراسی های شدید بانک ملی یکی از کارمندان خود را به مدت 2 ماه در تهران مستقر کرد تا تمام مراحل این 3 مناقصه برگزار شود. در واقع الحی بر سر حاضری آمده بود. بالاخره مناقصه 3 برگزار شد و جناب دکتر فکوری با قیمتی پایین تر از 20 میلیارد برنده مناقصه گردید. اینجا بود که جناب استاندار با دکتر فکوری همکاری نکرد، با رئیس بیمارستان شفا، و بر روی نفر دوم آقای الحی که قیمت پایین تری زده بود اصرار ورزید. بالاخره با از خودگذشتگی دکتر فکوری و تیم همراهش کشت و صنعت به الحی واگذار شد. خب این دیگه مجبور بوده بنویسه از خودگذشتگی و فلان دیگه، سپاه و سلیمانی رفتن. بعد سرمایه گذار عرب کشت و صنعت در راه یک سرمایه گذاری دیگر در خرم‌آباد داره گسترش هم میده. این پولا رو عبدالله حی از عربستان با خودش برده که میکنه خرج میکنه تو ایران و اینا که میگن تحت تعقیب دولت عربستان هم هست. از هواپیمایی تحریم شده عراقی مثلا الناصر در میاره، بعد میاره تو ایران خرج میکنه. یا اصلا عبدالله حی یعنی قاسم سلیمانی خلاصه، و همه پولای کثیفی که این باند مافیایی سپاه جابجا میکنه. این وضع بازار ارز و طلا هم که بدبخت کرده مردم رو، اصلا همین مافیاست که بالای سرشون رهبر معظم نشسته. 2-3 ماه پیش بود دیگه، یادتونه
ببینیم. دو گروه بزرگ و معروف رو هم ما به لطف خدا تو بازار سکه زدیم و اینها رو دستگیر کردیم که یکی از اونها که متاسفانه معروف است به سلطان سکه و هر کاری دلش میخواست در رابطه با سکه میکرد و هر جوری دلش میخواست سکه رو بالا و پایین میکرد، تقریبا 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد که در زمان توزیع در سال 96 که حالا اون فرد اسمش نمیبریم، حدود 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد و در زمان که لازم بود خودش این رو توزیع میکرد. نفرات این فرد تو بازار که راه میافتادن براشون مهم نبود قیمت سکه چقدره، باید همه سکه رو میخریدن، از تو بازار جمع میکردن میآوردن و بعدش هم دیگه قیمت سکه رو ایشون اجرا میکرد، در واقع تعیین میکرد که این هم در یک کار بسیار اطلاعاتی بعد از 3-4 ماه تلاشی که ما کردیم، البته قبل از این 1-2 نفر از افراد این رو گرفتیم و خودش رو با تلاشی که عزیزان ما در پلیس آگاهی داشتن 2 شب گذشته در یک اقدام عملیاتی دستگیر کردم. خیلی زحمت کشیدن عزیزان ما در پلیس آگاهی تا تونستن سلطان سکه رو دستگیر کنن. سردار فرمانده پلیس که حرف میزنه، من نمیدونم واقعا اینا خودشونو به جهالت زدن یا خیال میکنن شنونده جاهل. آقا جان این حرفا چیه میزنی؟ سلطان سکه آقای مظلومین مأمور بوده از طرف بانک مرکزی که این کارا رو بکنه. حالا اسم رو گذاشتین سلطان سکه، سلطان سکه خامنه ایه، اونه که همه اینا رو داره، اونه که اینا رو میذاره سر کار، اونه که دولت رو منصوب میکنه، اونه که رئیس بانک مرکزی رو تایید میکنه، اونه که شما رو تایید میکنه که سر کار بمونید. پیشوا یعنی همین دیگه. چرا بی خودی میایین مصاحبه میکنین؟ فقط برای اینکه اطلاعات غلط بدین به مردمی که همه چیشون رو دزدیدین؟ مگه قوه قضاییه خودتون، حالا شاید منباب رقابت با دولت که دوستش نداره، مگه نگفت که بانک مرکزی رئیس سلطان سکه است؟ یکی از اینها وحید مظلومین هستش. این وحید مظلومین فرزند حبیب الله همون کسی است که سال 91 هم دستگیر شد، به همین اتهام هم براش کیفرخواست صادر شد، همون موقع هم به عنوان مفسد فی الارض کیفرخواست براش صادر شد، چون فعالیت بسیار گسترده و زیادی داشته در این حوزه. اون موقع وزارت، اون موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی، اینها اومدن و گفتن که آقا اینا همش با هماهنگی ما بوده و با نظر ما بوده، بنابراین دادگاه اون موقع حکمی علیه ایشون صادر نکرد. گفت خیلی خوب، اگر شما تایید میکنی، حراست بانک مرکزی تایید میکنه، بانک مرکزی هم رسما تایید میکنه، معاونت حقوقی بانک مرکزی هم اومد در دادگاه شرکت کرد و رسما و علنا گفت که آقا همه این کارها با دستور ما زیر نظر ما بوده، دادگاه اون موقع علیه حکم صادر نکرد. داشتم میخونم متن حرفاشو. ببین سال 91 هم همین کار رو میکرد، دستگیر شد و آزاد شد. فرمودن سخنگوی دستگاه عدل اسلامی. چرا؟ چون اعتراض عمومی مردم علیه مسببان این وضعیت اقتصادی مملکت خیلی مونده بود تا به سال 96 برسه. شوره شده این ماه 96، خیلی مونده بود به اونجا برسه. دیگه وقتی ما اون وضعیت رو دیدیم باید بجنبیم، بعض خراب میشه دیگه، نمیشه همینجوری بگیم فلان، همه تقصیرها باید بیفته گردن چند نفر که کارچاکن و مأمور بانک مرکزی بودن. همه فلاکت موجود اقتصادی گردن ایناست. تو میدون آزادی هم میخوان اینا رو دار بزنن تا مردم به پولشون برسن. خب حالا این دفعه توجیهتون چیه که گرفتینشون و میگین مفسد فی الارضن و میخواین اعدامشون کنین؟ همین فرد ادامه داده، با شبکه خودشون ادامه داده. چی شد؟ چرا قطع شد؟
خب حالا دوباره پخشش میکنیم با شبکه خودشون ادامه داده. بذار بدیم من اینو بگم، دوستان برای این قطع کردن که من این شبکه خودشون توضیح بدم. گفت چی؟ گفت همون سال ادامه، یعنی وقتی آزاد میشه آقای مظلومین که مأمور بانک مرکزی بود، بانک مرکزی ما شفاعت چون میکنه آقا این مال خودمون آزادش کنیم فلان، آزاد میشه. وقت بعد از آزادی اجایی میگه که با شبکه خودشون ادامه داده. شبکه خودشون یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی. حالا بشن همین فرد ادامه داده، با شبکه خودشون ادامه داده بعد از اون هم، و این همون فردی است که باز نیروی انتظامی مطرح کرد که آقا ایشون در طول مثلا این مدت 2 تن طلا و 2 تن سکه مثلا فرض کنید که خرید و فروش کرده که حالا بحث ارزش مهم هستش. و افراد دیگه ای که حالا باز وقت تهونی میگیرم، هر 18 تاش اینجا هستش و امسال هم اومدن گفتن که آقا اینها با حمایت بانک مرکزی و همراهی بانک مرکزی و بخشی از وزارت اطلاعات بوده که این دفعه ازشون پذیرفته نشد. خب این درباره ارز. خب درباره طلا چی؟ از رؤسای اینا کیا رو گرفتی؟ در واقع آدم اصلی ها کیان؟ حراست فعلی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفت، بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت. معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت. رئیس بانک مرکزی مورد سوال و تحقیق تا الان قرار گرفته. بازداشتشون؟ نه، بازداشت نشده ایشون، ولی تا الان مورد تحقیق قرار گرفته و تحقیقات ادامه داره، هنوز تمام نشده. 31 سال 97 وزارت اطلاعات طی نامه شماره 7301-36 بله احتمال روی چیش اونجا این نامه میشه خطاب به آقای جهانگیری، خطاب به آقای واعظی، رونوشت به آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد. چی میگه؟ حالا نوشته، نوشته که با مرور و بررسی داده ها و اطلاعات موجود متاسفانه ملاحظه میشود که روند عرضه سکه نه تنها کمک به تثبیت بازار نکرده، بلکه مانند رویه مداخله ارزی بانک مرکزی در گذشته نتایج متناقضی، حالا ایشون تعبیرشون این بوده، نتایج متناقضی و منفی تری حاصل شده به گونه ای که با تحریک تقاضا ظرف مدت کوتاهی 4,800,000 قطعه سکه، اون موقع این مقدار بوده، بعدن تا 7,000,000 خورده ای رسیده، 4,800,000 قطعه سکه معادل 36 تن طلا فروخته شده. 36 تن طلا، من رو حرفاش داوری نمی کنم، فقط دارم اینو میگم. 36 تن طلا میشه چقدر؟ طلا 18 عیار رو بگیریم دیگه، دم دستی 580,000 تومان. ما بگیریم 500,000 تومان، نمیگیریم 600,000، میگیریم 500,000 تومان. 1 کیلو طلا میشه 500,000,000 تومان. سکه است نه شمشه طلا که ارزون تره. 1 تن طلا میشه 500,000,000,000 تومان. 36 تن طلا میشه 18,000,000,000,000 تومان. 18,000,000,000 تومان. حواستون باشه داریم درباره پولشویی، گم کردن پولا، خرج کردن پولا در جایی که هیچ کس نباید بدونه، مهم هم نیست تمام مردم هم بدبخت بشن و پولاشون تو صندوقای مالی و خرید طلا، حالا میرسیم به سایت طلا و فلان و اینا، از بین بره نابود بشن، اصلا خانواده ها هم بپاشه. حراست بانک مرکزی و معاون ارزی بانک مرکزی کیا هستن؟ معاون ارزی برادرزاده عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در خارج، دنبال روحانی، کنار دست روحانی، کنار دست ظریف با آمریکا، اروپایی ها و جاهای دیگه مذاکره میکنه. و میخوام بگم که رابطه ها رو میگم، همه چی رو من توضیح ندم دیگه، خودتون میدونین، ببخشید. بله، ایشون عضو ارشد هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایرانه، برادرش معاون ارزیه که خب میرن سراغش میگن آقا شما فعلا بسه دیگه، بیش از این گنده کار خیلی در میاد، شما ببینید کنار. بعد سیف که رئیس بانک مرکزیه که برکنارش میکنن باز همزمان، در این حالی که بازپرسی داره میشه، همزمان
جناب حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور ازش تقدیر میکنه، میکنتش مشاور ارشد خودش به عنوان رئیس جمهور. درباره ارز و یک شبه به خاک سیاه نشستن انبوه مردمی که دست بسته از همه جا خورده ارزی خرید و فروش میکنن و یک شبه میلیاردر شدن یه چند نفر معدود ببینید. یک سوالاتی از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی داشتید، جواب سوالاتون رو دادن؟ بخشی از جواب ها اومده، در خصوص نامه‌ای که 2/5 البته امروز به دست من رسید، 2/5 اون چیزایی که از بانک مرکزی خواسته شده بود در مورد ارزهایی که به غیر از صرافی های مجاز و یا به غیر از سیستم بانک ها اینا توزیع کردن با عوامل شخصی و با عوامل حقیقی بدون داشتن مجوز صرافی، اینو بله، مثلا امروز گزارشی که اومد گفتن که ما در این مقطع زمانی به این آقا 159 میلیون و 800 هزار دلار دادیم و اگر اشتباه نکنم 51 میلیون یورو که این مقداری که ما می‌خواستیم، حالا امروز بانک مرکزی نامش به دست من رسید که البته 2/5 امضا شده بود، بله در مورد این مقدار گفتن، شیوه و روشم که در اختیار این قرار دادن گفتن. البته یک بعضی از سوالات هم پاسخ داده نشده و این بود که ما بهشون گفته بودیم که شما بگید که آقا این ریال این رو چگونه به شما میدادن، شما چه تضمینی داشتید برای اینکه این فرد تخلف نکنه، نظارت بر این که این فرد این دلاری که گرفته، یورویی که گرفته در بازار با اون مکانیزمی که شما میگید دست سیستم نظارتتون چی بوده؟ اگر این تخلف میکرد چه اتفاق شما چجوری می... و یکی این که ما بهشون گفتیم خب علل قاعده این فرد باید زیر قیمت بازار این ارز را ارائه میکرد، نه بالاتر، بالاتر بده که خب قیمت میره بالاتر. این سوالم در این نامه جواب داده نشده که حالا من دنبال هستم که خب اینو شما به ما بگید این فرد آیا بیش از قیمت بازار ارائه داده یا نه، که خودش میگه من ارائه دادم. مسخره بازی واقعا. حالا جواب به شما بدن بعدم شما به یه نفر خارج از سیستم بانکی و صرافی ارز میده بانک مرکزی تا بازار ارز رو کنترل کنه، همینا رو داره میگه. اجی یه نفر بیاد بازار ارز رو کنترل کنه تو سیستم بانکی، هم این آدم نیست. یعنی چی؟ یعنی به جای مافیا کار میکنه دولت، بانک مرکزیش. بابک زنجانی یادتونه دیگه که هنوز نگرش داشتن تو زندان که وقت لو نده چیزی رو، همین کارو میکرد اول. جزو همین معدود آدمایی بود که معرفی شده بود به بانک مرکزی، ارز میگرفت تو بازار میفروخت با قیمتی که خود بانک مرکزی بهش میگفت. بعدش هم شد بابک زنجانی، نه فقط به دلیل پولی که از قبل اون فروشندگی به هم زد، اساسا به خاطر روابط پشت پرده که بازار ارز و طلا رو به بانک مرکزی و به سپاه پاسداران وصل میکرده و میکنه. حالا هم با این وضع بازار ارز و طلا اعلام میکنن یک نفر به اسم فرهاد زاهدی فر، یه دو دقیقه وقت دارم بگم درباره فرهاد زاهدی فر که سایت طلا فروشی اینترنتی راه انداخته بود، 15,000 میلیارد تومان پول مردم برداشته فرار کرده. آخه ببینین این یه الف بچه چجوری تونسته این کارو بکنه؟ 30 سالشه. سایت سامن سال 95 تأسیس میشه، رسانه‌های سپاه تسنیم و فارس و غیره و غیره بمبارون میکنن تبلیغات واسه این سایت اینترنتی. سال 96 یه شرکت ثبت میکنه، سال 97 اعلام ورشکستگی میکنه، قوه قضاییه اعلام میکنه رئیسش پولا رو برداشته رفته، نمیدونیم کجاست.
مجوز داشته مؤسسه سامن آقای محمد علی؟ نه خیر، مؤسسه به هیچ عنوان مجوزی از اتحادیه طلا جواهر تهران نداشته. اون طرفی که مسئول اصلی این کار بوده متاسفانه نه الان در دسترس نیست. آیا از کشور خارج شده یا داخل کشور و دسترسی بهش نیست؟ این من الان اطلاع ندارم. بعضی خبرهایی هستش که از کشور خارج شده. طبق سامانه اینترنتی طلای سامن این مؤسسه مجوز داشته برای فعالیت. بورس معاملاتی سکه و طلای سامن دارای شماره مجوز فلان از اتحادیه سکه طلا و جواهر، دارای کد فلان، دارای پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت معدن تجارت، دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از سازمان صنعت معدن تجارت. ببینین، یک بعدم اطلاعی ورشکستگی میذاره و فلان. نماینده مال باختگان شرکت سکه سامن، یکی اینایی که 15000 میلیارد تومان رو داده رفته، یعنی یکی کسایی که بدبخ شده، برادر میگه برادر آقای زاهدی فر، یعنی همون دوزه رئیس بانک 30 ساله، در وزارت صنعت شهرستان مرند یک مسئولیت مهم داشته است و مجوز فعالیت شرکت به ویژه از سوی اتحادیه طلا و جواهر این شهرستان با هماهنگی او انجام شده. پدرزن آقای زاهدی فر هم یکی از مدیران بانک ملت تبریز بوده و با مجوز ایشان تراکنش های نامحدود برای ایشان باز شده. اعتبار فلان ممکن است آقای زاهدی فر اصلا به گرجستان نگریخته باشد، چون با استعلام از سایت یکی از شرکت‌های فروش بلیط هواپیما مشخص شد که وی به امارات رفته است. البته ممکن است از امارات به گرجستان رفته، ممکن هم هست در امارات مانده باشد و جایی نرفته باشد. این آدم که معرفی کرده دو تا فرمانده سپاه از حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. حضرت می‌فرماید در زمان امام زمان علیه السلام شیعیان و یاران امام زمان که اغلب از عجم هستند، اینها به قدری قدرت پیدا می کنند که اینها یحمل فی الصحابه نهارن، اینها در روز روشن سوار بر ابر می شن. ابر اونچنان سرعتی نداره، یه ظرافت و یه لطافتی در ابر خوابیده. ابر خیلی آرام حرکت میکنه، خیلی هم بالا نیست، یه مقداری نزدیکتر از حالا هواپیما ها و اینها به زمین هست، لذا خیلی زیباست. شاید تو بعضی از این فیلم های افسانه ای دیده باشید که مثلا حالا چند نفر یه بساطی رو روی ابر قرار دادن، مثلا دارن حرکت میکنن. شب و روزگار خوش.